محمود خان قربانی به بیژن مرتضوی هم اتهام ناموس‌دزدی زد. بریم ببینیم موضوع چیه. سلام به شما عزیزای دل، من ندا هستم و اینجا هم یلو آنکات. محمود خان قربانی در ویدیو جدیدش در گذشت ستاره سعیدی همسر بیژن مرتضوی رو مطرح کرده، گفته که بسیار از این موضوع متاثر شده و عمیقاً قلبش به درد اومده و در این حال خاطره هم از بیژن مرتضوی تعریف کرده. ایشون گفته سالها قبل شبی در کاباره تهران بوده برای صرف شام و نوشیدن مشروب و دیدار دوستان که احمد عسگری فر اومد و کنارش نشست. این آقا یکی از مسافرهای هتل محمود خان قربانی در تهران بوده و کارمند شرکت نفت در قبل از انقلاب. آقای قربانی میگه با هم گیلاسی مشروب زدیم و گرم گفتگو شدیم و احمد برام تعریف کرد که در دبی زندگی میکنه و در چند پروژه با شیخ محمد شریکه و حسابی کاروبارش سکه است. زمان حمله عراق به کویت بود. احمد عسگری فر به من گفت محمود میتونی کمکم کنی؟ در این جنگ کلی از نفت کویت وارد آب شده و ما شرکتی میخوایم که بتونه نفت رو از آب جدا کنه. من هم قبول کردم، با شرکتی در تگزاس آمریکا مذاکره کردم و نزدیک به عقد قرارداد بودیم که احمد از دبی با هم تماس گرفت و گفت تولد همسرشه و از اونجایی که همسر ایشون کرمانشاهیه و بیژن مرتضوی هم کرمانشاهی، از من پرسید که میشه بیژن مرتضوی برای تولد همسرش به دبی بره. البته اینجا من یک پرانتز باز کنم خدمتتون بگم که محمود خان قربانی اشتباه کرده. بیژن مرتضوی مازندرانی هست و کرد نیست و توی صحبتاش آقای قربانی گفت که اون شبی که در کاباره تهران بوده و این آقا اومده کنارش نشسته و با هم صحبت کردن، بیژن مرتضوی اون شب در کاباره تهران مشغول اجرای برنامه بوده. بنابراین پیش زمینه ذهنی رو هم داشته باشید لطفا. آقای قربانی ادامه میده، میگه که من با بیژن صحبت کردم، بیژن هم قبول کرد و من همه کارهاش رو انجام دادم و بلیت رو دادم دست ایشون و بیژن مرتضوی رفت برای شرکت و اجرای برنامه در جشن تولد همسر این آقا در دبی. جشن تولد بسیار مجلل برگزار شد و بعد آقای احمد عسگری فر از بیژن مرتضوی پرسید که آیا کمکی از دستش برمیاد که بتونه بهشون بکنه. بیژن مرتضوی هم جواب داده که بله، اگر شما بتونی 100,000 دلار به من کمک بکنی میتونم چند تا موزیک ویدیو تهیه کنم و بیزنسم رو حسابی ارتقا بدم. ایشون هم قبول میکنه، اما بیژن میگه نمیخواد این پول در آمریکا به حسابش واریز بشه. خانم این آقا که از قضا اسمشون فریده تکلم بوده میگه در لندن حساب بانکی داره و میتونه اونجا این پول رو به بیژن پرداخت کنه. این کار انجام میشه و از این طریق بیژن مرتضوی و این خانم با هم رابطه پیدا میکنند و این خانم همسرش رو رها میکنه، به امریکا میره و در وست وود یک آپارتمان مجلل میگیره و با بیژن مرتضوی همخونه میشه و میلیون ها دلار خرج بیژن مرتضوی میکنه و براش کنسرت های بزرگ میذاره و حسابی بیزنس بیژن رو رونق میده. البته همه این چیزهایی رو که من الان گفتم رو محمود خان قربانی مطرح کردن و من دارم نقل قول میکنم. بعد ایشون اضافه میکنه که احمد عسگری فر هم مدام با من تماس می گرفت، التماس می کرد و می گفت محمود تو رو خدا زنم و برگردون، مادر بچه هام و برگردون، ولی از دست من کاری بر نمی اومد. خود این خانم هم بسیار ثروتمند بود و کلی برای بیژن خرج کرد. محمود خان میگه در اون زمان احمد عسگری فر بسیار صاحب نفوذ و ثروت بوده و همه کشتیرانی خلیج فارس از نظر نفتی و ترابری یه جورایی متعلق به شرکت‌های ایشون بوده، چندین هتل هم داشته و خانم ایشون هم شریک بوده در این ثروت هنگفت. البته من یعنی ندا
در گوگل سرچ کردم از این خانم و آقا با این اسامی که آقای قربانی اعلام کردن چیزی به دست نیاوردم، یعنی چیزی فعلا وجود نداره در گوگل. بله، این کل ماجرا و خاطره محمود خان از بیژن مرتضوی بود. اما حالا یه سوال مثل همیشه برای من مطرحه. اصولا این ناموس دزدی که ایشون بارها در صحبت‌هاشون ازش گفته، به نظر شما این معنی داره؟ معنیش چیه؟ یعنی اگر زنی از یک رابطه علنی نه در خفا و پنهانی خارج بشه و وارد رابطه دیگه‌ای بشه، به این معنی هست که این مرد دوم اون رو از همسر اولش دزدیده و ناموس همسر اول دزدیده شده؟ آیا این خانم خودش برای تصمیم گیری خودش مسئولیتی نباید داشته باشه، یعنی مسئول نیست؟ و آیا اصولا این کار اصلا نادرسته؟ منظورم این کار از این کار این هست که، یعنی اگر خانم و آقای عاقل و بالغ از یک رابطه بنا به هر دلیلی به صورت آشکار و علنی خارج بشه و وارد یک رابطه دیگه بشه، این کار نادرستیه یا خیر؟ البته فکر میکنم منظور محمود خان اینه که این افراد در حالی که در یک رابطه هستند عاشق شخص دیگه میشن و میرن. اما من فکر میکنم احتمالاً در باطن در اینجور مواقع اون رابطه قبلی یه جورایی تموم شده، یعنی به قول امروزی ها طلاق عاطفیشون رو از قبل گرفتن احتمالاً، و قاعدتاً دچار مشکلات زیادی هستند در رابطه که این اتفاق میفته. شما هم لطفاً نظرتون رو در این مورد بنویسین و اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنین و مثل همیشه یادتون نره خیلی دوستتون دارم و میبوسمتون هزار.